درود میگم به همه دوستان عزیز. من شاهین هستم و اینجا کانال یوتیوب واین بابا. دوستان این ویدیو میخوام براتون یک شراب خاص رو پروسش رو توضیح بدم. شرابی که در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی خیلی طرفدار داشته و داره و بیس این شراب از عسل هست و این مردمان طبق آیین و رسوم قدیمی خودشون و بنا به اون میوه هایی که به طور طبیعی در اطراف اینها پیدا می شده این شراب رو مزه‌دار می کردن. میوه هایی مثل بلوبری، ردبری، بلکبری و توت فرنگی و انواع میوه هایی که اونجا به طور طبیعی رشد میکرده اینها استفاده میکردن. این شراب دوستان همونجور که گفتم توی کشورهای اسکاندیناوی همین وایکینگ هایی که ما میشناسیم از قدیم درست میکردن، رگنار و اینا. بعد خیلی هم محبوب هست و اینکه چون از عسل تهیه میشه درصد الکل بالایی داره و من میخوام پروسه این شراب رو براتون توضیح بدم. شراب به خون وایکینگ معروف هست بین خودشون و خلاصه شراب خوبی هست دوستان. توی این شراب من میخوام با بلوبری شرابمو مزه دار کنم. پس قبل از همه چیز بلوبری به میزان 1 کیلو شیک میکنم. شما میتونین با دست اونو له کنین یا هر وسیله دیگه. بعد از این نوبت میرسه به آب. ما به 1 لیتر آب از قبل جوشیده شده و سرد شده نیاز داریم. دوستان دقت کنین آبی که سرد شده باشه و نه گرم و نه ولرم و نه داغ، چون که در مرحله بعدی ما قراره که عسلمون رو با آب داغ میکس کنیم و رقیق کنیم و این محلول داغ رو به میوه‌مون اضافه کنیم و وقتی که دمای این محلول ما سرد باشه با اون آب گرم یک دمای نرمال رو به وجود میاره که باعث میشه از پختن میوه ها و بلوبری ما جلوگیری کنه. خب دوستان بعد از این مرحله نوبت میرسه به عسل. ما میزان 1 لیتر عسل رو با 1.5 لیتر آبی که از قبل جوشیده شده و الان گرم یا ولرم هست قاطی میکنیم که عسل رقیق بشه و بتونیم خیلی راحت اون رو به ظرف تخمیرمون انتقال بدیم. خب بعد از اون ملاتمون رو شیک میکنیم، کمی هم میزنیم که این مواد به خورد هم برن، این عسل به خورد آب میوه بره و کاملا مخلوط بشه. صبر میکنیم حدود 1 ساعت، 1.5 ساعت که دمای ملاتمون به محیط برسه، بعد بهش مخمر میزنیم. دوستان من اینجا 4 لیتر شراب خون وایکینگ تهیه کردم که بهش مخمر دستساز زدم، مخمر مایع زدم. همین مقداری که توی تصویر دیدین کافی هست اگر مخمر دستساز دارین. اگر نمیتونین از مخمر شرکتی مخصوص عسل استفاده کنین و اگر نمیتونین از مخمر نان استفاده کنین که دوره تخمیر این رو بیشتر میکنه. به این صورت قفل هوا هم از بادکنک استفاده کردم مثل همیشه. دوستان توی این قسمت از ویدیو تخمیر اولیه ما بعد از 1 هفته تموم میشه. این دوره چون شدت تخمیر خیلی زیاد هست تمام عطر و رنگ توفاله های بلوبری به شراب منتقل میشه و بیشتر از این موندن توفاله ها در شراب باعث مزه بد یا ترش مزه برای شرابمون میشه. پس ما این شراب رو الان به وسیله یک شیلنگ ریز و یک پارچه بافت نازک تصفیه میکنیم و به مخزن جدید انتقال میدیم. به این صورت که در تصویر میبینید ما شرابمون رو سیفون میکنیم. چون من شرابم هنوز توفاله داره از یه پارچه نازک استفاده میکنم که توفاله ها به بطری جدید سرایت نکنه. بله به این صورت کل دبه تخمیرمون یا همون
مخزن تخمیر اولیه‌مون رو خالی میکنیم به مخزن جدید، انتقال میدیم به مخزن جدید و دیگه اون لرد و توفاله تهش رو بیخیال میشیم. توی یک ویدیو مجزا من از همین لرد و مخمر مونده ته دبه تخمیرم براتون یک مخمر درست کردم، یک مخمر قوی و پرقدرت از آب در میاد و دوستان نیازی نیست شما حتما مخمر شرکتی داشته باشین. تفاوت این مخمر با شرکتی به جرات میتونم بگم صفره. خب میبینین که رنگش تا حدودی تغییر کرده و به قرمز رفته، رنگ زیبایی از آب در اومده و این رنگ باز هم تغییر میکنه و زیباتر میشه. بوش هنوز خوبه، شراب قابل خوردن هست ولی تا حد زیادی شیرینه و من ترجیح میدم که این شراب رو نخورم و بذارم که تخمیرش کامل بشه. دوباره یک بادکنک رو برعکسش میکنیم چون توش پودر داره، نمیخوایم این پودر بادکنک بریزه توی ظرف تخمیر. و دبه جدید رو دوباره میذاریم تو همون شرایط محیطی که قبلا آماده کردیم، هوای بین دمای هوای بین 22 تا 28 درجه باید رعایت بشه که تخمیرمون کامل بشه. تخمیر ثانویه دوستان میتونه از 1 ماه تا 3 ماه طول بکشه بسته به حجم شراب شما. برای من اینجا 1.5 ماه طول کشیده. شرابی که الان توی تصویر میبینین تقریبا 3 ماه طول کشیده که آماده بشه. تخمیر تموم میشه بعد از 3 ماه، به طور کامل تموم میشه و هیچ گازی دیگه توی مخزنمون نیست و ما دوباره اینو با خیال راحت سیفون میکنیم بدون هیچ گونه توفاله. پروسه سیفون کردنم مثل قبلا تکرار میشه. این بار دیگه نیاز به پارچه و صافی نداریم چون تمام لرد شراب تهنشین شده و دیگه شراب خالص توی بطری ما هست. همینجور که میبینین رنگش بسیار زیبا و دلپذیر شده و البته عطر و بوی این شراب توی این لحظه که من دارم اون رو سیفون میکنم واقعا هوش از سر آدم میبره. این شراب واقعا خوب و خوشمزه و قوی، البته واقعا قوی هست. دوستان تو تهیه این شراب شما میتونین مثل شراب انگبین که قبلا تهیه کردیم، مثل شراب عسل که ویدیوش توی کانال هست، از ادویه های مختلف استفاده کنین، هیچ اشکالی نداره. ولی خب طرز ساخت اصولیش بین خود اسکاندیناوی ها که ادعای این شراب رو میکنن، که ادعا میکنن این شراب متعلق به خودشونه، توش از ادویه استفاده نمیکنن. بله اینم از طعم و رنگ شراب من. از بو و طعمش براتون نگم دوستان، فقط باید امتحان کنیم بدونید من چی میگم. واقعا خوش طعمه، واقعا بی نظیر این شراب. و این بود شراب خون وایکینگ ما یا شراب عسل طعمدارمون. حرفی نمونده، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سرخوش و پیروز باشید.